یک میله روی یک سطح افقی به طور ساکن قرار گرفته. کدام گزینه در خصوص این پدیده نادرسته؟ اینجا نگاه کن، یک سطح، یک جسم روی این سطح. چه نیروهایی بهش وارد میشه؟ صحبت از یک میله است روی یک سطح افقی که ساکنم هست. یک نیروی همیشه از طرف سطح به جسم وارد میشه به صورت عمود و خارج. پس با Fn هم نشونش میدیم، یعنی نیروی نرمال، نیروی که عمود بر سطحه. ضمناً یک نیروی وزن هم داریم که با W نشونش میدیم تو فیزیک. خب حالا این دوتا نیرو دارن همون چیکار میکنن؟ خنثی میکنن که جسم روی این سطح ساکن مونده باشه. پس نیروی عمود بر سطح با نیروی وزن با هم چیان؟ برابرن. اصطلاحاً دو نیروی متوازنن، چون با هم برابر و خلاف جهتن، دارن همو خنثی میکنن. پس نیروهای وارد بر جسم بله متوازن هستن. گزینه 4 میگه قانون اول نیوتن تو این پدیده کاملا مشهوده. بله، قانون اول نیوتن چی میگه؟ میگه جسمی که ساکنه تا ابد ساکنه، مگر اینکه یک اختلال ایجاد شه. جسمی هم که با سرعت ثابت داره حرکت میکنه تا همیشه به این وضعیت ادامه میده، مگر اینکه باز یک نیروی خالصی بهش وارد بشه. این چون ساکنه، پس یک گواه، یک شاهد، یک در واقع نشانه ای از قانون اول نیوتن. اینم اوکیه. گزینه 2 میگه قانون سوم نیوتن در این پدیده کاملا مشهوده. آقا تو قانون سوم نیوتن سیستم باید دو جسمی باشه که عمل و عکس العمل تعریف بشه. ما اینجا داریم از یک جسم حرف میزنیم، درسته؟ جسم داره بهش دو تا نیرو وارد میشه و این دو تا نیرو هم دارن همو خنثی میکنن. پس به سیستم تک جسمی روی یک جسم هیچ وقت نمیتونی قانون اول سوم نیوتن صحبت بکنی. سوم نیوتن مال وقتیه که شما یک سیستم دو جسمی داری. من به جسم دوم، جسم دوم به من، داریم به هم عمل و عکس العملی که برابر و خلاف جهت وارد میکنیم، نه اینجا که یک تک جسم در واقع نیروهایی که بهش وارد میشه مطرحه. یه نیرو از سطح بهش وارد میشه، یه نیرو هم از زمین بهش وارد میشه، ولی به یک جسم داره وارد میشه. گزینه 3 هم میگه وجود سطح باعث میشه تا شتاب جاذبه زمین به میله وارد نشه. نه دیگه، ببین وقتی که جسم در جوار و نزدیک کره زمینه، حتما میتونه شتاب جاذبه بهش وارد بشه. پس شتاب جاذبه بهش وارد نمیشه به خاطر اینکه روی یک سطحی قرار گرفته، نمیتونه خیلی دلیل توجیه کننده ای باشه. پس این تست تستیه که دو گزینه غلط داره.